طلوعی دیگر در کویر مرکزی ایران. آزمایشی که نگاه یک جهان را به این سو جلب می کند. یگانها استقرار می‌یابند در جای جای کویر. سامانه S-300 است. S-300 یکی از سامانه‌های دفاعیمون هست، مانند تلاش، مانند مرساد، همان سامانه‌ای که دنیایی نمی‌خواست آن را در ایران ببیند. اون چه که برتر هست قدرت ایرانیه، اما این حق جمهوری اسلامی ایران بود، الحمدلله واصل شد. اما امروز یک سامانه که نه، S-300 های زیادی ایران دارد. خیلی از کشورهای استکباری میگفتن این سیستم رو نباید به جمهوری اسلامی بدید برای دفاع از خودش. با تحرک پذیری بسیار بالا، یک سامانه مهلک برای دشمن در ارتفاع بالا، برای کشف ریزپرنده ها، موشک های بالستیک و کروز. در رسمایشی به نام دماوند قله افتخاری دیگر فتح شد. متخصصان حاضر همه ایرانی اند و نوبت به آزمایش رسید. لحظه آزمایش موشک استراتژیک و پدافندی S-300. موشک پدافندی با قابلیت های شگرف. سیستم قدرت نمیده، اون چه که قدرت میده دل واقعا روحیه است، مردم، خواست مردمه و این جوانایی که دارید میبینید. S-300 ها یکی یکی سینه آسمان را شکافتند برای انهدام اهداف. یک هدف موشک بالستیک که از نقطه‌ای در ایران اسلامی ما پرتاب شد. اولین S-300 دقیق موشک را منهدم کرد. اینم از موشک بالستیک که دادید تارومارش کرد. S-300 های دیگر به دنبال پهپادهایی رفتند که در ارتفاع بالا می‌خواستند خطای این سامانه را ببینند، اما آنها هم تکه تکه شدند. برای پهپاد میدونید چرا شلیک شد؟ تو برنامه‌تون بود یا نبود؟ نبود. چون اون سکشن تماماً توش ایرانی نشسته. وقتی موشکی بتواند جسم کوچکی در آسمان، آن هم در ده ها هزار پایه زمین را رصد کند، رهگیری کند و منهدم کند، ببینید با اسکادران دشمن چه خواهد کرد. در جمهوری اسلامی ایران ذلت جایی نداره، فقط اقتدار، فقط قدرت، اینا شعارم نیست. جواب رجزخانی های دشمن رو در میدان میگیرم. مهم این است که S-300 ایرانی در راه است، با نام باور 373، حتی یک پله نوینتر از S-300 روسی. S-300 ایرانی خودتون رو، باور 373 رو، همین خودتون که طراحش هم بودید، امید خدا بیارید در میدان همینجور تست بکنید. افتخاری باشه برای شما، اقتداری باشه برای کشور. آسمان ولایت لحظه به لحظه امنیت و اقتدار را تجربه می‌کند. فرمانده کل ارتش هم کنار فرماندهان دیگر ایستاده بود تا شخصا عملکرد فرزندان پدافند را ارزیابی کند. رژه S-300 ها، S-200 ها و ده ها سامانه موشکی و پدافندی دیگر هم دیدنی بود. رزمایش دماوند و آزمایش S-300 کاملا محرمانه بود و امروز اجازه یافتیم با تصویر آن کام همه ایرانی های عاشق وطن را شیرین کنیم. الله اکبر. و خورشید غیرت همچنان در آسمان ایران اسلامی بالا و بالاتر می رود. با بودن این جام برکفان، ایران اسلامی همیشه بر قله ها می درخشد. ایمان مراتی، خبرگزاری صدا و سیما.